به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بیندگان عزیز سلام تقدیم می دارم. پروگرام سیما و درباره فشار خون بلند است که دو نوع طبقه بندی شده. یکی پرایمری میگن که دلیلش معلوم نیست یا اسنشال هایپرتنشن است، نوع دومش سکندری که به خاطر بعض دلایل تیپی میتونه فشار خون بالا باشه. دلیل دومش بسیار نادر است و زیادتر دلیل فشار خون بالا معلوم که نباشه، اسنشالش بسیار معمول است. خب در جمله سکندریش که متنا برتان نام میبرم، سلیپ اپنیا یعنی توقف تنفسی هنگام خواب، میتونه مریضی مزمن گرده، یک مریضی به نام پرایمری الدوسترینیزم، فیوکرموسوتوما، پولیسیستیک اوواری دیزیز که تخمدانا چندین سیست میداشته باشه، میتونه در جمله عامل ثانوی فشار خون بلند باشه. خب ایسایی که در امریکا گرفتن زیادتر از 80 میلیون مردم در فشار خون بلند مصاب هستند که 81% میفهمند که فشار خون بلند دارن و اینا تداوی میکنن و 51% فشارشون کنترل میشه. خب فشار خون بلند میشه که در سن بالا پیدا شد، خصوصا از 65 سالگی به بعد 2/3 مردم میتونه فشار خون بلند داشته باشن. فشار خون بلند میشه که تعامل اگیان پیدا شده در حالت پریکلمسیا و اکلمسیا که یک در حالت عاملگی در حالت است که با دربدی و بعضا با سیزر یا سرعه یک جای می باشه هم پیدا شده میتونه. خب فشار خون هم قسم معلوم میکنن که به سیستولیک دیاستولیک یک درجه بالایش است یک درجه پایانش است که فشار خون نرمال باید 120-80 و کمتر ازی باشه و فشار خون بلند آل گرفتن که از 120-130 و دیاستولیک 80 باید باشه که فشار خون بلند تلقی میکنن و استیج یک فشار خون از 130-140 سیستولیکش گرفتن یا درجه بالایش از 80-90 درجه پایانش گرفتن و استیج دوی فشار خون از زیادتر از 140 درجه سیستولیکش گرفتن و 90 درجه دیاستولیکش گرفتن که استیج دوی فشار خونه. اگر فشار خون کنترل نشه خطرهای زیاد داره، میشه حمله قلبی بده، میشه استروک یا هم سکته‌های دماغی بده. خب ایتیولوژی فشار خون بلند مثل که براتون گفتم که اسنشال یا پرایمریش 85% معمول است و اما دلیلش معلوم نیست. خب شکل دومش میشه که بعض دلایل تیبی باشه، قبلا براتون بعض دلایلش گفتم مثل پرایمری الدوسترینیزم یا یک التهاب گرده میتونه بده یا میتونه بعض مریضی های وایی یا وریدی رینوواسکولار دیزیز از گرده میتونه فشار خون بلند بده، ابستراکتیو سلیپ اپنیا توقف تنفسی میتونه فشار خون بلند بده و این حال اگر فشار خون تداوی نشه و کنترل نشه و اگر تداوی هم شه به درجه نرمال که 120-80 از 130 پایان در سیستول است و 80 در سیستول است آورده نشه، در این صورت بعض خطرها داره که مثلا میتونه که عملهای قلبی بده، میتونه که قلب فیل شه، میتونه که استروک بده. اگر فشار خون کنترل نشه میشه که گرده از وظایفش بانه و حتی صاحب مرگ شه. خب عموما فشار خون بلند غیر عرضی می باشه، یعنی هیچ عرض نمیده و اگر بعضا عرض داد میشه که گنگسی یا دیزینس بده یا روی فلش کنه یا سردردی بده و یا اینکه بینی خونی بینی بیایه و یا اینکه یک اعصاب خرابی بده. خب بعضا واقعات عاجل فشار خون بلند هم هست که این هم میتونه بعض اعضایی وجود حتی از وظایفش پرده، مثلا این مثال براتون میگم که واقعی پلی اکلمسیا و اکلمسیا که یک واقعی بسیار در عاملگی پیدا میشه با واقعی بسیار عاجل است یا لفت ونتریکولار فیلر که قلب وظیفه خود از دست میده یا عملی قلبی یا آورتیک دیسکشن که یک آورتا یک شریان عبر است که این ربچر میکنه یا پاره میشه
در فشار خون بسیار بلند یا گرده از فعالیت میمانه، که اینا همه کش میتونه از اختلالات فشار خون بلند باشه. خب ما چی میکنیم وقتی که فشار خون ما معاینه میکنیم؟ مریض باید یک 5 دقیقه بشینه، استراحت، به حالت استراحت بشینه و ریلکس کنه و اکسرسایز پیش از اون نکرده باشه یا کافی و چای نخورده باشه یک نیم ساعت پیش از اون، و بعد از اون فشار خونش چک کنیم. و یک حالت مخصوص است به نام کاراکتیشن آف آورتا که این هم فشار خون بلند میده. یک مریضی است که فشار خون میتونه که در بار در آرم یا بازو ماینه شود، در پای ماینه شود که تقریبا زیادتر از 15 میلیمتری تغییر میداشته باشد. خب وقتی که شخص تاریخچه فشار خون داشته باشه، باید مقدار نمک بسیار کم کنه و نمک کم بخوره، اکسرسایز کنه، الکل نگیره و الکل نخوره، سیگارت نکشه، کافی نگیره و کافی اگر روزی یک گلاس بگیره زیاد کافی نگیره، و سودا و انرژی درینک و هر چیزی که تنبیه های دماغی میته، اینا همه کش بر فشار خون نقص میکنه و فشار خون بلند میبره. و بعض معاینات هست که دکتر میده برای کسایی که فشار خون دارن، مثلا معاینه ادرار میده به خاطر که وظیفه گرده را ببینن، و یا اولتراساوند گرده میدن، و یا معاینه خون میدن، معاینه کلسترول میدن، و همچنان گراف قلبی میدن به خاطر که میخوان که قلب ببینن که کلان نشده باشه، و یا معاینه تایراید میتن، تی سه چیاد میشه، یا ماینای خواب میتن که به نام سلیپ استادی یاد میشه، بعض ماینات دکتر میتن. خب یک نوع فشار خون بلند است به نام وایت کوت سندروم که شخص فشار نالمر داره و نزد دکتر میره، کسی که چپن سفید در جایی ببینه فشارش بالا میره، پسندتر فشارش پس در خانه دیده شده نارمل است. خب برای هر کسی که فشار خون بلند داره باید تداوی کنه و تحت کنترل بگیره، و غیر از او به اختلالات دچار میشه. خب به واقع اختلالات شد قبلا براتون گفتم که املای قلبی میشه، بیا قلب کلان شوه، استروک بیایه، و حتی بعضا سبب مرگ میشه. از این خاطر باید فشار خون کسی که داره همیشه کنترل کنه و دوا بخوره، اکسرسایز کنه، وزن خود کم کنه، سیگارت نکشه و رژیم غذایی خود مراعات کنه. و در رژیم خود باید میوه‌جات زیاد بگیره، سبزیجات زیاد بگیره، نمک بسیار کم کنه، و کسی که الکل میخوره هم الکل هم فشار بالا میبره، الکل آیست آیست کم کنه و استاد کنه. و فشار خون بلند قابل تداوی نیست اما قابل کنترل است، باید همیشه تحت کنترل نگاه داشته شود. و همچنان کسایی که فشار خون بلند دارن باید همیشه معاینات فعالیت های فیزیکی را فراموش نکنن. بعضی دوا هم که تنها براتون نام میگیرم هست که برای فشار خون بلند میتن که طبقه خاندان اس انهیبیتور یا آنجیوتنسین کانورتینگ انزایم انهیبیتور است، که این بر کسایی که قلب چپ کلان شده باشه و یا شکر نوع اول داشته باشه یا کدام مریضی گرده داشته باشه، برای این اشخاص این اس انهیبیتور میتن. یک نوع دوای دیگه هم هست که به نام آنجیوتنسین دور رسپتر بلاکر است، که این هم از این خاندان دوا برش کسی که فشار خون بلند داره داده میشه، کلسیم چنل بلاکر داده میشه. همچنان کل ما میفهمیم که فشار خون بلند یک سایلنت کلر است، یعنی اگر تداوی نشه شاید که سبب بسیار سبب مرگ شوه، بسیار اختلالات بزرگ شوه. از او خاطر با وجودی که عرض نمیده اما کسی که اگر صبح میخیزه بسیار سردردی می داشته باشه و یا خونریزی می کنه بینیش، یا حرکات قلبش قدر منظم نیست، یا گوشش صدا می شنوه، یا یکی که چشمایش دیدش تغییر می کنه، شاید کدام حالت خبیثه فشار خون بلند باشه که باید حتما نزد دکتر خود مراجعه کنه. و همیشه نمک از روز 5 گرم کمتر بگیرین. بازم تکرار می کنم که میوه‌جات، سبزیجات، ماینات، ببخش حرکات فیزیکی زیاد بکنین، از الکل و سیگارت پرهیز کنین.
تشکر. چنل ما را سابسکرایب کنید.